ansarkilib.ir تقدیم میکند. برای ترک گناه سه تا دستور از امام صادق من بگم. یه جوانی آمد به امام صادق و آقا میخوام گناه نکنم چه کار کنم؟ امام فرمودن یک، با رفیق گناهکار دوستی نکن. جوانان عزیز در مجلس، هر چه خوب باشی اگر با یک رفیق نااهلی رفاقت کردی تا بخواهید و نخواهید میرید مورد تهمت قرار میگیرید. بخواهید و نخواهید آثار کلام او رو روح شما اثر میذاره. یه وقت میبینیم یه حرفایی میزنیم که قبلا نمیزدیم، یه کارایی میکنیم که قبلا نمیکردیم، تو عبادتمون سست. بعضی از این جوانها یه دفعه طرف میاد میگه آقا فرزند من نماز شبش تعطیل نمیشد، پا گذاشته دانشگاه، سال اول دیگه نماز نمیخونه. میگم خانم ببین رفیقش کیه؟ میگه رفیقای بدی پیدا کرد، تا قبل از رفتن دانشگاه نماز شبش تعطیل نمیشده. رفیق خیلی موثره. من همینجا یه حدیث از آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه بخونم. علی علیه السلام میفرماد قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبام رفت و آمد کنید، قرین باشید، رفت و آمداتون با آدمای خوب باشه تا از اونا به حساب بیاید. از اونا به حساب بیاید هم نامتون نام نیکی باشه، هم اخلاقتون اخلاق نیک بشه. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم، از بدا فاصله بگیرید تا از اونا به حساب نیاد. حالا کلاهی که شیطان سر بعضی از ما میذاره، میگه آقا دل پاک باشه، نگاه قیافش نکن. بله منم میگم با دل پاک باشه، ولی قیافه هم بی ارتباط به دل نیست. او خواهر محترمه ای که میگه آقا دل باید پاک باشه، من اینجوری میام به هیچ قصد و غرضی نمیام، هفت قدم آرایش کردم، موهام بیرون، پاهام بیرون، دستام نیمه عریان، نیتم نیت خیره. چه نیت خیریست؟ گفته به یک خانمی همین حرفو میزد، گفت آقا ما که با قصد و غرض نمیایم بیرون که. گفتم من یه سوال ازت میکنم، اگه یک کسی اومد یک پس گردنی محکمی زد پس گردنت، بعدم گفت معذرت میخوام من با قصد نزدم، بدون قصد زدم، قبول میکنی؟ نفس کار کار بدیست. یه کسی بیاد به من فحش بده بگه آقا من قصدم بد نبودا، من فحش دادم، منظور فحشم سلام علیکم، یا غلط کردی، کلامت کلام بدیست. حالا این خانم بد آمده بیرون، میگه من قصدم قصد خیریست، میگن قصدتم خیر باشه، نفس کارت کار بدیست. مثل اون پسگردنی خوردنه، پس گردنی بزنه بعد بگه من قصدم نوازش بود، قصدم احترام بود، قصدم ادب بود. شیطان سر بعضی از متدینین کلا میذاره، یا تو مجلس عروسی برو بشین، حالا همه دارن میزنن میرفتن تا یه گوشه ای باش، هم رنگ جماعت نشو، آیان سیاهی لشکر معصیت نشو. تو مجلسی که احتمال نمیدید امام زمان اونجا بیاد حاضر نشو. توی مجلس عروسی امام زمان می اومد با این وضع، می آمد بشین، نمی آمد بلند شو برو. تو مجلسی پا بذارید که مورد رضایت امام زمان باشه، رضا میگن که از بدا فاصله بگیری. امام صادق دستور عملی برای ترک گناه، اول دستور امام می فرماد با گناهکار رفاقت مکن، این یک. دوم امام فرمود میخوای گناه نکنی، فکر گناه هم نکن، این فکر باید پاک بمونه. فکر رو اگر مشغول به گناه کردی، حضرت عیسی میفرماد فکر گناه مثل دودیست که توی اتاق رنگامیز شده روشن میشه. دود اتاق رو نمیسوزونه، ولی اتاق رو تیره و تار میکنه. فکر گناه صفحه دل انسان رو سیاه میکنه، این دو. و سوم امام فرمود در مجلس گناه هم شرکت نکن. ما بعضی ها رو داشتیم نمیخواستن گناه بکنن. مدتی قبل بنده خدای زنگ زد،
با یه جوانی این نمیخواسته گناه بکنه تو مجلسی رفته و شرکت کرده و به اصرار دادن شراب خورده. جوانی 19 ساله گذاشتن زیر کتش، گفتن آقا تو هنوز مرد نشدی، تو هنوز بچه ننه هستی، اگه مردی تو هم یه پیاله شراب بخور. حالا جوانی که نمازش بیچاره تک نمیشه، خب این جوان خودش مقصره، تو چرا تو مجلس معصیت بشینی؟ چرا بشینی که اینگونه گرفتارت بکنن؟ چرا حضور داشته باشی در مجلس گناه؟ چرا با نااهلان و ناپاکان بنشینی؟ امام هشتم برای سلیمان جعفری پیغام فرستادن، به سلیمان جعفری بگید من علی ابن موسی رضا ازت نگرانم، چرا تو مجلس نااهلا و ناپاکا میری و میای؟ سلیمان جعفری پیغام فرستاد به آقا بگید من اگر با بدا رفیقم خودم که خوبم، نمازم، عبادتم، همه چیز که سر جاشه، من که بد نشدم. امام فرمودن طبیعت تو از بد بدی میدزده، خودت نمیدونی، دست خودت نیست، یاد میگیری اخلاق زشت او، گفتار ناپسند او رو تو هم کسب. دستور سوم امام صادق تو مجلس گناه نریم. میخوایم گناه نکنیم، رفیق گناهکار بذاریم کنار، فکر گناه نکنیم، تو مجلس معصیت شرکت نکنیم.